معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران گفته تا کنون لغو روادی در مرزهای زمینی با عراق برای سفر زیارت عطبات آلیا تغییر نکرده و این مرزها همچنان بسته است میر احمدی افزود برابر گزارش های واصله به وزارت کشور تعدادی از شهروندان و مشتاقان زیارت حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام به مرزهای زمینی مراجعه کردند وی با بیان اینکه تصویر این اشخاص بر این است که رو روادید تردد زمینی بین دو کشور لغو شده ادامه داد تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته و همچنان سفر زیارتی به عطبات آلیا در عراق از مرزهای زمینی ناممکن است در هر صورت در هر زمان و مقطعی که چنین اتفاقی روی دهد به مردم ایران اطلاع خواهیم داد این مقام ایرانی از شهروندان خواسته تا از مراجعه به مرزهای زمینی به قصد عبور برای زیارت خودداری کنند اما نگفته که به چه دلیلی این توافق تا کنون صورت نگرفته است این در حالی است که نهادهای حکومتی ایران برای ماه رجب و پس از آن ماه شعبان وعده باز شدن مرزهای زمینی برای ورود زائران ایرانی به عراق را داده بودند از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی و ارزش پایین ریال ایران نسبت به ارزهای خارجی بسیاری از شیعیان و علاقمندان به زیارت عتبات عالیات از عهده هزینه های این سفر به صورت هوایی بر آیند. در پایان این پرسش مطرح می شود که چرا مسئولان ایران بدون توافق و پشتوانه فقط برای اظهار نظر وعده و وعید هایی می دهند و به مردم قول باز شدن مرزهای زمینی تا پانزدهم اسفند را می دهند.